درود بر همیهنان عزیز و همراهان همیشگی کانال آوای ایران در این بسته خبری با دو موضوع مهم در خدمتتون هستیم اول پیام مهم شاهزاده رضا پهلوی برای یاری رساندن و آزادی مردم ایران رو خواهیم شنید و بعد هم خبری داریم از دستگیری ستاره فوتبال ایران علی کریمی به اتهام توهین به ولایت فقیه و مقدسات دعوت میکنم تا انتها همراه ما باشید شاهزاده رضا پهلوی به یاری مردم ستمدیده ایران شتافت جهان صدای ملت ایران را بشنود و به آنها برای رسیدن به آزادی کمک کند لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما شاهزاده رضا پهلوی تلاش برای قتل سلمان رشدی نویسنده سرشناس را آخرین نمونه ای دانست که نشان می دهد جمهوری اسلامی برای خفه کردن آزاداندیشان تا کجا پیش خواهد رفت. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای که روز سهشنبه 25 مرداد در رسانه های اجتماعی منتشر کرده جمهوری اسلامی رو رژیم تروریست و جنایتکار خوانده که با تمام موجودیت خودش الهام بخش چنین حملاتیه و از مدافعان حقوق بشر و مخالفان ایرانی تا شهروندان و مقامات خارجی و مردم ایران کارزار خشونت و ترور خود را ادامه میده و جهان رو به گروگان گرفته او با انتقاد از قدرت‌های غربی به دلیل برابری اخلاقی دادن به جمهوری اسلامی به واسطه ی ادامه مذاکرات گفت که آنها به این کارزار وحشیانه ترور که از بالاترین سطح رژیم فرمان میگیره جسارت و قدرت و شجاعت بخشیدند و نزدیک بود سلمان رشدی تابان این سیاست ناشی از اشتباه محاسباتی رو با جانش بده شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده با تاکید بر اینکه وقت اون رسیده که جهان به صدای ملت ایران که مدت هاست نادیده گرفته شده توجه کنه و به اونها در مبارزاتشون برای آزادی کمک کنه خواستار اون شده که جهان یک بار برای همیشه همچون حکومتی ترد شده با این رژیم رفتار کنه پیش از این چهارده روشنفکر دینی ایرانی نیز با محکوم کردن ترور سلمان رشدی اعلام کردند به اسلامی که مجوزه ترور دهد کافریم سلمان رشدی نویسنده رمان آیات شیطانی که از سوی روح الله خمینی مرتد اعلام شده در روز 21 مرداد و در جر جریان یک برنامه فرهنگی در ایالت نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفت مقامات ارشد جمهوری اسلامی احتمالاً به دلیل در جریان بودن مذاکرات احیای توافق برجام درباره این حمله سکوت کردند اما رسانه های وابسته به دولت و رهبری در روزهای گذشته به ستایش از این اقدام جنایتکارانه پرداختند بازداشت ستاره فوتبال ایران به اتهام توهین به خامنه ای. علی کریمی، سیبیل رهبر، رسانه های تندرو، دولت، سپاه و روحانیون، 15 تیر 1401، علی کریمی چنین واکنش تندی را نسبت به حسن عباسی سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نشان داده بود. حسن عباسی عضو سپاه پاسدارانه که ریاست اتاق فکر اندیش کده یقین رو بر عهده داره. او خودش رو تئوریسین توتعه می نامه و از تندرو ترین سخنرانان اصولگرایان محسوب میشه. او در آخرین سخنرانی خود، بازیکنان فوتبال را افرادی بی ارزش خواند که فهمی از سیاست، جامعه، دین و آنچه او اصول اخلاقی و اسلامی مینامید ندارند. آقای عباسی در این سخنرانی گفته است کسی که زنش چادری و آدم دینداری باشد که اصلا نمی دنبال فوتبال. او همچنین اشاره کرده که هیچ بازیکن فوتبالی پیش از این شهید نشده است. علی کریمی در استوری صفحه اینستاگرام خود خطاب به حسن عباسی نوشت حداقل مدل چند نفر را شاد کردیم تو چه کار کرده دوزاری. از دید برخی این واکنش علی کریمی همان چیزی بود که حسن عباسی میخواست دیده شدن و شنیده شدن بیشتر از طریق تحریک کردن علی کریمی حالا هم تصور میشه یک روحانی ناشناخته که پیش از این منبرهایش بر چشم کسی نیامده بود با توهین به علی کریمی و برافروختن خشم او و گرفتن یک واکنش از این بازیکن پیشین فوتبال ملی توانسته بیش از تمام دوران سخنرانیش دیده بشه علی کریمی فقط به دیده شدن تندروهایی که از صحنه سیاست دور شده اند یا منبرشان مخاطب چندانی ندارد ختم نمی شود. واکنش های او سال هاست که نتیجه مانند دور شدن او از فوتبال هم داشته و حالا طبق گزارش های رسیده از برخی منابع داخلی فدراسیون دستور برکناری ممنوع تصویری و قرار بازداشت برای او صادر کرده. تقریبا هیچ نهادی از بدنه جمهوری اسلامی باقی نمانده که علی کریمی را مورد حمله قرار نده. خبرگزاری فارس سال علی کریمی را سلبریتی بی سواد بود با این وجود از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در دولت اول حسن روحانی از رسانه های وابسته به سپاه تا ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از روزخان محرم تا نظریه پرداز جمهوری اسلامی علیه او مذکری کردند علی خامنه ای رهبر ایران دوشنبه 29 بهمن 97 در تازه ترین سخنرانی خود در جمع گروهی از هوادارانش گریزی به واکنش های اخیر فوتبالیست های ایران زد و با جملاتی مانند به یاد داشته باشید امنیت خود را از کجا آورده اید به صورت روشنی از آنها خواست نسبت به مشکلات اقتصادی کشور سکوت کنند واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران به کنش های پیاپی ماه اخیر بازیکنان فوتبال و بالاخص علی کریمی و وریا قفوری بود انتقاد علی خامنه ای به کنایه پیاپی علی کریمی به مدیران نظام در آن مقطع زمانی برمیگشت به صورت نمونه بعد از آنکه جواد ظریف وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی گفت به دفاع از مردم فلسطین افتخار می کند و همینطور مدعی شد امروز همه ما زیر فشار هستیم علی کریمی در اینستاگرام خود نوشت آقای دکتر کدوم ما تحت فشارند ما ما یا مای شما دقیقا کدام ما خبرگزاری فارس از آبان سال 96 تا دی سال 1400 بارها از هشتگ سلبریتی بی سواد برای علی کریمی استفاده کرده رسانه وابسته به سپاه پاسداران نخستین بار این لقب رو وقتی به علی کریمی داد که او تولد کوروش پادشاه هخامنشی رو در اینستاگرام خود تبریک گفت برای همین پست تبریک کمی بعد ستاد امره به معروف و نهی از منکر اصفهان از علی کریمی شکایت کرد در متن شکایت این ستاد از علی کریمی همچنین به حمایت او از مسعود شجاعی برای بازی مقابل اسرائیل هم ذکر شده بود از رهبر جمهوری اسلامی تا اعضای هیئت دولت ستاد امر به معروف و خبرگزاری های سپاه یا ایدئولوژیست نظام و روحانیون معزه خان از حمله به علی کریمی دریق نکردند بعضی از بازیکنان فوتبال ایران نه در کانون های تندروی هواداری که در بدن جامعه کشور صاحب مقبولیت فرارنگی شدند علی کریمی یکی از آنهاست یکی مانند وریا قفوری مرحوم ناصر حجازی یا علی دایی احسان حدادی ورزشکار محبوب جمهوری اسلامی و مردی که تمام طول سال گذشته را با بودجه وزارت ورزش و کمیته المپیک در آمریکا اردو زد تا حتی در بازی های کشورهای اسلامی هم مدال کسب نکند در روزهای اعتراضات مردمی آبان 98 با حضور در جمع فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی معترضین رو اقتشاشگر نامید و خانه برخورد با آنها شد علی کریمی نه تنها در اعتراضات مردمی آبان کنار مردم ایستاد که در ماجرای حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی یا وضعیت اقتصادی های اخیر و فاجعه متروپول نیز صدای اعتراضش را خاموش نکرد. او فقط دهان و کلام و استوری های اینستاگرامی نبود. علی کریمی سال 99 و زمانی که برای ریاست فدراسیون فوتبال نام نویسی کرد، به مناظره های صدا و سیما برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نرفت. به جایش در برنامه تی وی تاک که از شبکه اینترنتی فیلمو بود حاضر شد و مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون تومان برای حضور در این برنامه گرفت اما حاضر نشد چه که این مبلغ به نام خودش نوشته شود تهیه کننده برنامه گفته بود این مبلغ که معادل خرید هزار تبلت خواهد بود به صورت مستقیم به نام خیریه خادمین امام علی ابن ابی طالب نوشته شده و قرار با تمامی مبالغ اون توسط رسول خادم و همراهانش برای کودکان محروم تبلت خریداری بشه رسول خادم پیش از این در بهار سال 99 فاش کرده بود که علی کریمی مبلغی غیر متعارف و غیر قابل پیش بینی برای کمک به سیل زدگان سیستان و بل به مؤسسه خیریه او اهدا کرد مبلغی که با آن دبیرستان به زیربنای 132 متر با سه کلاس درس برای 60 دانش آموز و با باقی مانده پول هم سه خانه در روستایی برای سه خانواده ساخته شد علی کریمی هرگز شخصا اخبار فعالیت های خیرخواهانه اش را رسانه ای نکرد با این وجود از رسانه های سپاه تا رهبر جمهوری اسلامی و از روحانیون و ایده پردازان نظام او را سلبریتی بی سواد بی شعور، الدنگ و بی ارزش خواندند و حالا هم دستور بازداشت او روی میز دادستانی تهران قرار گرفته است. از همراهی و پشتیبانیتون سپاس گذارم شب خوبی رو داشته باشید.